سلام دوستان و خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. خب دوستان، امروز یه ترکیب خیلی توپ و خفن برای الکترو دراک پیدا کردم که میخوایم بریم با هم تستش کنیم. این ترکیب رو به نظرم برای وار هم... فقط قبل اینکه وارد بازشیم، یارتون نره حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین اگه سابسکرایب نکردین، اینستاگرام من این بالا میاد حتما فالو کنین. دوستان فکر کنم فقط 8 یا 9 تا فالوور مونده که به 50 تا فالوور برسیم توی اینستاگرام، پس یارتون نره اونم فالو کنین. حالا بریم تو بازی و ببینیم که این ترکیب آیا کار میکنه یا نه. Let's go. خب اون ترکیبی که میخوایم امروز استفاده کنیم، اینجا میبینین که 7 تا الکترو دراگ، 1 بیبی دراگ و 8 تا بالون هستش که توی کستلمون بازم باید بالون و دراگ ببریم. البته اون بیشتر به خودتون برمیگرده و یک ریج هم توی کستلتون نیاز دارین. همطور که میبینین 6 تا اسپل زب، حالا لایتنینگ، هرچی هست، هرچی اسمشو تو کامنت ها حتما بنویسین که شما به این اولیه چی میگین. حالا من میگم رد و برق، فرقی نداره. یادم میاد چند سال پیش فکر کنم رد و برق بود اسمش. و یه اسپل رنج و 3 تا اسپل زلزله. ولی یارتون باشه اگه اسپل رد و برقتون لول 8ه، اسپل زلزلتون هم باید حتما لول 5 باشه، مکس باشه. و مال من همونطور که میبینین لول 4ه و به خاطر همین الان میخوایم بریم جم بزنیمش، یعنی جم نزنیم، کتاب بزنیم و اسپل زلزلمون رو مکسش کنیم قبل اتک زدن. و همونطور که میبینین من اینجا دارم اسپل فریزم رو لیول اپ میکنم و متاسفانه الان باید 500 تا جم بدیم و این اسپل لعنتی رو اپگریدش کنیم. این روزا واقعا دارم مثل سگ جم استفاده میکنم، خودم خبر دارم ولی مجبورم دیگه، به خاطر اینکه یه ویدیو خوب درست کنم برای شماها باید همینجوری پشت سر هم جم مصرف کنم. واقعا نمیدونم دارم با جمام چی کار میکنم. اوکی، 3 2 1 و بوم. این از فریز و لول فریزمون الان چند شد؟ لول 6 شد و وقتشه که بریم اسپل زلزلمون رو یا همون ارتکویکر رو اپگرید کنیم به همراه کتاب. 3 2 1 و بوم. این از این، اینجا کتاب میزنیم و اپگرید. خب میبینیم که اسپل زلزلمون الان مکسه و وقتی این اسپل مکس باشه میتونیم این اتک رو به خوبی و خوشی بزنیم. اتک اول میبینمتون. خب ببین دوستان، من این اتک رو الان میزنم، تان هال 10. برای اتک اولی تان هال 10 رو میزنیم، ولی برای اتک های بعدی، حالا یک یا دو تا اتک دیگه که میزنیم، اون موقع تان هال 11 رو میزنیم. من الان تان هال 10 میزنم به خاطر اینکه طرف لوتش خوبه، کاپ خوبی هم میده و به علاوه این یه تمرینی هم میشه که چون ما الان وار اینا که نمیزنیم، داریم تمرین میکنیم فقط. و خلاصه اوکی، اینجوری هم اتک میزنیم که اول دوتا لایتنینگ میندازیم روی سب کن اول من ببینم کوین نزدیک کجایه، میتونیم چیز دیگه رو بزنیم باش؟ نه. خب اول اینجا دوتا لایتنینگ روی این میندازیم، 1 و 2. دوتا لایتنینگ هم که انداختیم اونجا روشه هم یه دونه زلزله میندازیم که ایر سویپر رو بزنه. خب اوکی، الان سب میکنیم کوین دور بزنه دوباره اینجا و وقتی دور زد ترتیب کوین رو هم میدیم، 1 2 و زلزله. سب میکنیم اینجا کوین دور بزنه بیاد این طرف و اینجوری هم به کوین دمیج خوبی وارد کردیم و هم ایر سویپرمون رو میتونیم بزنیم. شیان مادر دیگه هم نزدیکتر بیا، 1 2 عالی. و ایر دیفنس بعدی رو هم زدیم. خب ایر دیفنس بعدی رو که میزنیم اتک اصلیمون شروع میشه، بیبی دراگ رو اینجا میندازیم و کینگ و کوین هم که این طرف. کینگ و کوین رو که میندازیم اون موقع نوبت الکترو دراگ ها هستش که اینجوری نزدیک هم میندازیمشون و سب کن بالونا رو هم پشت سرشون. این ریجر رو میتونیم الان استفاده کنیم، یکم که جلوتر رفتنم سیج ماشینمون رو میندازیم و دیگه فقط تماشا میکنیم که این تروپ هامون چجوری قراره این مپ رو پاره کنن، این مپ رو جر بدن. خب اوکی، دراگامون در اومدن، بذار اینجا همه رو پروتکتشون کنیم. ای بابا، من میخواستم این دراگونه رو پروتکتش کنم، شد نشد که. خب کوینمون رو متاسفانه از دست دادیم، اصلا نمیدونم، نفهمیدم. کینگ و کوین میدونید تو این اتک خیلی مهم نیستن. تو این اتک مهم چیه؟ مهم اینه که شما سعی کنی با لایتنینگ اسپلت ایر دیفنس طرف رو بزنی و الکترو دراگا رو خوب بندازی. این خیلی مهمه.
به غیر این دیگه مثلا چیز خاصی نداره. چرا؟ بعضی اتک ها وقتی زمینی اتک میزنی کوین خیلی تاثیر داره. حتی نمیگم که کوین اصلا تو این اتک الکترودرایی که امروز داریم باش میزنیم تاثیر نداره، نه، بدون کوین اصلا نمیشه. کوین خیلی چیز مهمیه، ولی مهمترین چیز نیست. مهمترین تیکه اتک رو گفتم که با دقت باید الکترودراگار رو یکی بندازین و دوما این که گراند واردن و اینا رو تایمینگ خوبی بزنین. اوکی، اولین سه ستاره رو گرفتیم که خیلی ایزی بود. البته ایزی بود به خاطر اینکه تانهال 10 هستش و تانهال 10 ها رو ما همینجوری فقط رید میکنیم. ولی خب آره، اتک بعدی رو تانهال 11 حتما میزنیم که تقویت کنیم. این اتک تمرینی بود و خیلی خوب پیش رفت. اوکی، به خاطر همین اتک بعدی میبینمتون. خب اتکی که میخوایم بزنیم این هستش. به نظر من این تانهال 11 مناسبیه برای اتک زدن، چون اونقدرم ضعیف نیست و مپش هم اونقدر به نظرم، حالا لحاظ شما نمیدونم، لحاظ من خیلی ساده هم نیست، خیلی ساده چینده نشده و سعی میکنیم این رو بزنیم. خب اول باید ببینیم که بله، اینجا اول این دوتا رو میزنیم. میدونی همیشه باید قبل اینکه لایتنینگ ها رو بندازی ببینی که دوروبرش چیه که بتونی بهشون دمیج بزنی. خب این خیلی مهمه. مثلا اینجا من هم میتونم به اینفرناشن هم دمیج بزنم و هم چیشو؟ هم ایر دفنسش رو بزنیم. اینجا ایر دفنسش رو زدیم، میتونیم این رو هم اگه دوست داریم بزنیم، داغونش کنیم، یک و دو، و همزمان اینجا دارم به توپخانه عقابشم ضربه میزنم اگه اینجا دقت کنین. و آره دیگه، الان اتک رو از این بر میتونیم شروع کنیم دیگه، از همون طرفی که همون ایر دفنس مونده شروع میکنیم اتک رو. خب بیبی دراگو اینجا میندازیم، کینگ و کوین این طرف، یکم که بغل خالی شد اون موقع همه الدراگا رو میندازیم و بالونا کلا خودتون میدونین دیگه، همه آرمیتون رو خالی میکنین، اسپل همه چی عالی. بذار الان میخواستم قدرت کینگ رو بزنم، ای شت تو این شانس، میخواستم قدرت کینگ رو بزنم. بابا این چه وضعشه، اه چه بدبختی داریم ما اینجا. ای خدا، اصلا اینو یادم رفت، شت. خب اینو مشکل نداره، الان میندازیم، بازم چیزی نمیشه، فکر نکنم مشکل بزرگی داشته باشیم. بالونا دراگ در اومدن و الان اینا میرن روی تانهال 100%. بزن تانهالو، بزن ماشاءالله، بزن دمت گرم دراگ جان مادرت، بزن تانهالو، بزن بزن ماشاءالله، خاکت سر دراگون کنم خدا وکیلی، اسکل. اوکی نایس نایس، اتک داره خوب پیش میره به نظرم، ولی اگه این اسکل اگه میتونست چی رو بزنه خیلی خوب میشد، اگه میتونست تانها رو بزنه. و بزنش بزنش تو هم اینجا سریتر، هرچی سریتر بزن تا نپختت، بزنش حاجی دمت گرم. و همونطور که دیدین این اتک هم سه ستاره شد. یه به نظرم این بیس وار نیست دوستان، من بعضی رو دیدم این بیس رو تو وار استفاده میکنن، پس این ترکیب هم میتونیم استفاده کنیم همیشه تو اتک هامون و به نظر من خیلی ترکیب باحالیه، ترکیب فان هستش و هم فان چی دارم میگم اینجا، در حالی که فان هستش افکتیو هم هست، یعنی کار میکنه برای سه ستاره زدن. و very nice، اتک دوممون هم سه ستاره کردیم و بریم یه اتک دیگه بزنیم. این دفعه سعی میکنم که یه مپ دیگر رو بزنم به غیر این و ببینیم چی میشه. Let's go. خب دوستان الان صدام چرا یه رقه گرفت، شد. خب دوستان الان دارم میخواد این اتک رو، این ترکیب رو منظورم، روی این بیس امتحان کنیم و ببینیم چی میشه. خب همونطور گفتم دوباره اینجا سعی میکنیم هم به ایر دفنس ضربه بزنیم و هم به چیزهایی که اطرافشن، این یکی به ایر دفنس دوم، همیشه اول ایر دفنس هایی که لیولشون بالاتره رو سعی کنین اتک بزنین، یک دو. و همونطور که میبینین من این سویپررم الان با این چند تا اسپل زدم و خب از کدوم طرف الان تصمیم بگیریم، من دارم میخواد که از این، از طرف کوین اگه اتک بزنیم به نظرم بهتره. آره کوین همون اول کاری اگه بتونیم بزنیم خوب میشه. خب ببینیم این ایر سویپررم میتونیم بزنیم و بزن جان مادرت. اوکی شت، ایر سویپر نمورد ولی خب مشکل نداره. اوکی الان اونا رو زدیم و اینجا بذار بیبی دراگ رو از این طرف میندازیم،
کینگ و کوین رو هم از این طرف، یکم که بغلا رو خالی کردن اون موقع دراگا رو این وسط میندازیم ببینیم چه جوری پیش میره. Let's go. خب کوینو که زد، اون موقع کوینو که زد، بذار کوینو بزنه. آها عالی. خب الان الکترو دراگا رو میندازیم، بالونا رو میندازیم و به همراه گراند واردن بذار جلوتر یه خورده ریجشون میکنیم و الان وقت سیج ماشینمون هستش و فکر کنم اتکه داره خوب پیش میره. یه ریج هم بذار جلوتر بندازیم سریعتر این اینفرنو ها رو ببین. تو این اتک ها دوستان یه چیزی هم بهتون بگم، اینفرنو خیلی مهمه. اینفرنو خیلی مهمه که شما سریع بزنینش و یکی هم که چی اسمش چی بود؟ ایر دفنس. این اینفرنو ایر دفنس واقعا دشمن همچین اتک های هوایی هن و شما حالا با هر ترکیبی اتک میزنین، حالا شاید این ترکیبی که من الان دارم بهتون نشون میدم اتک نزنین، شاید باید ترکیب دیگه اتک بزنین، ولی خلاصه همیشه اینو تو سرتون داشته باشین که اتک هوایی میزنین یارتون باشه که خلاصه، یعنی یارتون که نه آره دیگه، یارتون باشه که حواستون به ایر دفنس و اینفرنو طرف باشه. یعنی حتی باید بدونین که اینفرنو طرف سینگل یا مولتیه، باید بدونین که تکیه یا مولتیه، حالا فرقش رو اگه نمیدونستین میتونم توی ویدیو آینده بگم و خلاصه حواستون حتما باشه به این چیزا. این نکته های ریس خیلی مهمه و الان میبینیم که 1 2 3 4 5 6 تا الکترو دراگ برامون مون با کوین و این اتک به سادگی 3 ستاره شد و به نظر من واقعا ترکیبش باحال و خیلی حال میده باشه اتک بزنی. خب دوستان دیگه به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و حتما تو قسمت کامنت ها بنویسین که فکر میکنین آیا این ترکیبی که اینجا میاد برای واد هم کار میکنه یا نه. و خلاصه اگه تا اینجا تماشا کردی دمت گرم. اینستاگرام من همونطوری گفتم 9 تا فالوور بیشتر نمونده تا 50 تا اینستاگراممون بشیم و خلاصه فکر کنم حرف خاصی دیگه برای گفتن نمونده. ولاگ من رو هم اینجا میاد حتما تماشا کنین، ولاگ خفنی دیروز درست کردم و فکر کنم مثل همیشه وقتشه که بگیم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.